خب عزیزان، به بخش دوم برنامه اشک‌ها و لبخندها رسیدیم. دنباله برنامه رو پیش میگیریم با همکار خوب و عزیزم آقای نادر رفیعی. درود بر شما، پاینده باشید، در خدمتون هستیم در برنامه اشک‌ها و لبخندها با خانم کسرین کتیرایی همکار عزیزمون. نه دوربینا رو داشتم دوربینا رو نگاه و خدمت شما عرض بکنم. بله، اتفاقا کلیپ خیلی قشنگی رو خیلی خیلی این جالب آقای رفیعی، کلیپ قشنگ، اینی که میگم واقعا مادران همیشه بهشت رو برای بچه هاشون میخوان و از خود گذشتگی مادران در دنیا هیچ وقت نتونسته کسی دیگه بیاد ثابت بکنه که کسی دیگه میتونه باشه. نه و حتی در حیوانات هم همینطوره. خیلی جالبه این غریزه هایی که شما توی اسبا میبینیم، مثلا بچهش افتاده داره پرپر میزنه که این بچهش رو از تو آب بکشه بیرون، یا فیله، یا حتی وحشی ترین حیوانات آقای رفیع که جوری میلیسن بچه هاشونو، یا مثلا دیدید که فیل کوچیک، فیلی که به دنیا میاد و هنوز بچه هست، تمام فیلا دورش را میرن که مبادا کسی بهش حمله بکنه برای حفاظتش، و مادر چجوری با این خورتومش اینو میزنه راش میبره. اصلا یه غریزه خدا نمیدونم چجوری، آخه چطور باید به فکری مادر بیاد. ما یه اسبی داشتیم، خیلی جالبه، یه باقی داشتیم و یه اسبی هم بود، اسبی هم داشتیم اونجا که بعضی موقع خب سن منم پایین بود، از سواری میکردم، ولی به هر حال بعدش هم خیلی درد سر داشت، پدر من اون رو داد به یکی از اقوامم. بله، نگهداری سخته. این حامله بود. خب بعد این نصف شب ببین مادر چیه، میره با دهنش اون گونی که چیزی که پتویی که روش میذارن بعد زینو میذارن رو، بله بله، اونو از اونجا میکنه، میاره میندازه رو زمین و بچهش روی اون به دنیا میاره که مبادا بچه رو سنگ و رو چیزای اینا نباشه. ببینید حالا همینه که میگین درست آقای رفیع، ولی یکی از چیزای جالبی که در حیوانات هست، زمانی که بچهشون به دنیا میاد، بچه این حیوان که البته چهار پایان و من منظورم هست، فوری بلند میشه راه میره. بله. ولی بچه انسان بعد از یک سال بله، که بهش تعلیم میدن که چطوری راه بره راه. حالا یه چیزی، این بچه که به دنیا میاد چی به این یاد داده که با اون چشمش، با اون ناتوانی جسمی که داره، بره پستون مادره رو بگیره بخوره؟ چی به این اینو یاد این داده؟ اینا همه غریزه است. حالا بریم نگاه کنیم ببینیم اون اردکه با بچه هاش چه کار میکنه و چطوری بچه هاشو از خود محافظت میکنه و چقدر از خود گذشتگی میکنه با خاطر یه بچه هاش. خیلی جالبه. و راز بقا. اون راز بقا خیلیه واقعا. خب بله، حالا میرسیم از دنیای حیوانات بریم به فضا، به سنگای آسمانی که بهش میگن شهاب آسمانی که ببینیم که یه دونه از این شهابای آسمانی در یکی از نقاط کشور خوبمون ایران افتاده و ببینیم این سنگه به چه صورتیه، به چه شکلیه. البته حالا یه عده میگن این واقعیته، یه عده میگن واقعیت نیست، یه عده باور دارن، یه عده هم باور ندارن. چرا نباید باور ندارن؟ برای که سنگای آسمانی هست، سنگای که از شهاب و از به اصطلاح فضا و از به اصطلاح اون چیزی که هست میاد برخورد میکنه. حالا ممکنه یه روز هم یه سنگ بزرگی بیاد به زمین پرتاب بشه، یعنی امکانش هست. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که مثلا من اونجا نباشم. نه، من گفتم مثلا ممکنه در یک در میلیون حالا پیش میاد یه همچین چیزی، مثلا همین پایینای چیز مثلا. آقای رفیع اینو شنیدید؟ اتفاقا یه مثالی میزنم، میگن که یک در میلیون کسی ممکنه لاتاری رو ببره ولی سنگ آسمانی بهش بخوره.
اون دیگه دیگه چقدر یارو بعد شانسه و چقدر خوش شانسمون از اون نظر خوش شانس. البته اینه که آقای رفیع اینجا الان نشون میده، من یه چیزی رو دقت کردم، این سنگی که افتاده، حالا البته میریم کلیپو میبینیم، این سنگی که افتاده هیچ، خب خیلی سنگین باید باشه، ولی هیچ جایی از خودش نگذاشته، هیچ اثری از خودش نگذاشته. حالا نگاه کنیم، حالا بریم ببینیم. نگاه کنیم ببینیم. ولی نوع سنگی که اونجاست مشخصه، بله. سنگ آسمانی، سنگ کره زمین نیست. بله. خانم خاجوی سلام، خسته نباشی، این فیلم هم میگیرم برای پیجتون. من یکی از کاوشگرای شهر هستم، علی خاجوی. شهاب سنگی که دیشب با زمین برخورد کرد تقریبا ببینید روبروی دادگاه قبل از چهارراه طلوع، دیشب نور شهاب سنگ رو دیشب خیلی از دوستان با چشم دیدن. بعد از کاوش ما امروز پیداش کردیم. این هم این شهاب سنگ زیبا، ببینید ایجا خورده زمین توی این محدوده ایجا نشسته. خیلی جالب بود. من اتفاقا چند وقت پیش یکی از دوستانم ایران بود، من چون خودم نمیتونم ایران برم، ازش خواسته بودم که برام خاک ایران رو بیاره و اینم برام توی یک کیسه خاک ایران رو آورده. خیلی خیلی برام جالب. حالا میخوام یه نقشه ایران درست کنم، بیان بذاریم جلو دور بینیم. آره، بعد اون خاکه رو روی اون نقشه بریزم. خیلی جالب. بله، ببین کار دستی من رو نگاه کن. چرا که نه. خب بعدی یه چیزی که حالا یه چیزی من میخواستم بپرسم، چرا سنگای آسمانی معمولا سیاه هستن؟ به خاطر مسئله جو. نه، برای که اونجا که اکسیژن نیستش که، اون برخورد اکسیژن و اکسیده شدن سنگ هاست که یه همچه رنگی رو به وجود میاره. ولی یه سنگ مذابی که اونجا بوده و هیچ وقت هم اکسیژن بهش نخورده، خب همون از قطعات آتش فشان های معمولا سیاه اگه دقت کرده باشی. بله، غیر از کره مریخ که میگن سنگوش و خاکشنا بسیار شبیه خاک زمین هستش، برای که یک زمانی در اونجا حیات بوده. کلیپ بعدی چیه؟ این کلیپ نشون میده که اونهایی که میگن موسیقی حرامه آدم های احمقی هستن. بح. اونی که میگه موسیقی حرامه آدم نفهمیه. اونی که میگه موسیقی حرامه اصلا دین نمیدونه چیه، چون ادیان آمدن برای شادی مردم. اگر شما دینی رو دیدید که درش یه تبصره بدبختی و بیچارگی و قهر و غم و این چیزا درش بود، بدونید رو بهش اضافه کردن. وگرنه خدا اگر دینی رو برای ما انتخاب میکنه، حالا هر دینی میخواد باشه، بر مبنای صلح و دوستی و شادی و خوشبختی به وجود میاره. خدا که نمیده بنده‌هاشو بدبخت بکنه، خدا که نمیده بنده‌هاشو به اصطلاح همش تو سرش بزنه، بگه آقا همش وفات و بیچارگی و گریه و تو سینه زدن، اینا نیست. اینا رو اضافه کردن برای اینکه ازش یه چیزی در بیارن برای تداومشون و برای پول، هیچ چیز دیگه نداشته. ولی اون کسی که میاد میگه موسیقی حرامه، چیزی که در یک حیوان، در یک حیوان شادی میآفرینه، خوشحالش میکنه، چطور ممکنه این بد باشه؟ چطور ممکنه حتی برای پرورش گیاهان هم میگن موسیقی نقش داره؟ در جایی که موسیقی پخش میشه میگن گلها بهتر رشد میکنن. نگاه بکنید یه سگ به چه صورتی میخونه، یا چقدر از این کلیپا دیدید که سگ میرقصه با موسیقی میخونه. هر حیوانی، فیله میاد شروع میکنه رقصیدن، گوش میده، لذت میبره از موسیقی. من یعنی موسیقی حرامه؟
بلکه خودش حرومزاده است. این آقایون هم همچین اشتهای کمی ندارن و بعضی وقتها دو تا زن، سه تا زن، سیغه، هر کاری که دلشون بخواد در این رابطه میکنن. خب چی ساکت و دست به سینه نشد. من I have no comment راجع به این کلیپ کوچکترین نظری ندارم. اصلا صحبتی نمی کنی در موردش؟ اوکی عزیزا، خانم های عزیز، بریم ببینیم ولی چه کار بد و اشتباهی این آقای کرده که بعداً چوبشو خواهد خورد. آقایی هست که در یک شب با دو تا خانم ازدواج کرده. چقدر هم این عروس ها خوشگلن، چقدر هم این آقا خوشگل پسنده. بله. حالا بعدش چه خواهد شد؟ بله معلوم نیست، بعد از آقا داماد رفت پرسید. با هم دیگه میریم این کلیپو میبینیم. بله بفهمی چی شد؟ کلیپ عروسی دو تا عروس با یه داماد. مثل این که این آقای مهندس سوایی هول شده سر این مسئله، نتونسته ایشون هم چون مسئله زن زندگی آزادیه نتونسته کلیپو پیدا کنه. چرا ایشون دستش داره میلرزه خواهد اینو پخشش بکنه، وگرنه پیدا کرده. حالا تا ایشون آقایون هیچ حرفی ندارن. آقای رفیع شما موافقین با این مسئله؟ ببینید حرفی ندارین چیه؟ بعد حرفی داشته باشه آقای؟ نه من موافق نیست، ولی خیلی از کسانی که رفتن و دو تا زن گرفتن بسیار هم خوشبخت بودن، بچه هاشون بسیار خوب بار اومدن، خانواده هپینسی داشتن. نه باید واقعیت رو بگیم، ولی خب این امروز نمیتونه در جامعه‌ای که انقدر باید توجه بیشتر به بچه بشه، به زندگی بشه، امروز مورد تایید مردم قرار بگیری، به خصوص ما مردا. نه امروز دنیای دیگری است، امروز اصلا یه زبان دیگری است دنیا. در نتیجه اینی که آدم بخواد بره دو تا زن از پس مخارج چطور؟ نه اصلا از پس مخارجشم بر بیاد. معلوم مثلا میبینم تو دبی یا تو کشور امارات، تو کشورهای عربی این مسئله متداوله، مسئله چیزی نیست، ولی لوک قشنگی نداره، اصلا قشنگ نیست. خب یادم یه فیلمی در این رابطه ساخته شده بود، آقای نصرت کریمی این فیلم رو ساخته بود. تخت خواب سه نفره. یعنی ببین تخت خواب دو نفر، سه نفره. چقدر این فیلم قشنگ بود، چقدر این فیلم جالب. محله که میگن که تو اگه سه مرتبه طلاق بدی دوباره بخواد برگردی، بعد بری محلل بگیری با یک کسی، با یک کسی دیگه، اون خانومش با کسی دیگه باشه که بتونه دوباره بیاد با همون شوهر سابقش ازدواج کنه. اصلا این قوانین از کجا اومده؟ اینا بگذاریم، اینا دیگه اصلا آقای مهندسو میخوای نشون نده. فیلم هم زمان در زمان خودش بسیار فروش بالایی داشت، مورده یعنی محلل رو بسیار مردم خوششون اومد، از اینکه انتقاد میشد از این مسئله، چیز بسیار مسخره ایه که اینم
اینم آخونده و به خاطر همون فیلم هم بود که نصرت کریمی زندان رفتش. هم زندان رفت و هم ممنوع تصویر شد. بله. اگه خاطرتون باشه بله ایشون مدت ها به خاطر این فیلم در زندان بودم. کپی فیلم محلل رو به طوری من اینجا تهیه کردم و در اینجا به نمایش گذاشتیم که بسیار مورد انتقاد جمهوری اسلامی بود که چرا آقا این فیلم داره در خب یه چیزی که بوده ولی الان راحت میتونید توی یوتیوب برید این فیلمو ببینید. جنبه های انتقادی بسیار زیبا و قشنگی داره و روح آقای کریمی شاد. بله خب بریم نگاه کنیم. یه اتفاق خیلی جالب افتاده تو سالن آرنیکا، اومدم که به شما هم بگم. امروز عروس خیلی خوشگل داشتیم که حوی همدیگه بودم. بله ببین که حوی همدیگه یه نسبت فامیلی هم با همدیگه دارن. هر کی بتونه درست حفظ شدنه یه جایزه نفیس براشون در نظر گرفتیم. همچنین روز خوبی رو برای همه آقایون سرزمینم از صمیم قلبم آرزو میکنم. با آرزوی خوشبختی برای همه شما عزیزان. اتفاق خیلی جالب افتاده تو سالن آرنیکا، اومدم که بهشون خوش اشتها. خواهر شوهرم بالای سرشون وایساده راهنمایی میکرد. خب برنامه رو یه مقدار فرمت رو عوض بکنیم. الان میدونم موقعیتی است که بسیاری از دوستان دوست دارن که اجناس منزلشون رو به گونه بهتر بکنن، زیباتر بکنن. به نظر من بهترین چیزی که شما میتونید برای منزلتون تهیه بکنید که آینده داشته باشه و بخواید یه روزی بفروشید، انتیک هستش. انتیکای قدیمی هست و بسیاری از وسایلی هست که شما امروز هم میتونید اونو بخرید و در سالهای آینده بفروشید و هیچ ضرری هم توش نکنید، بلکه یک درآمدی هم روی مسئله حاصل بشه برای شما. رومی انتیک گالری به مدیریت آقای دکتر آرش اکمل و همسر نازنینشون خانم حالیا اکمل صمدی که فرزند استاد حسین صمدی و آهنگساز معروف هستن، روحشون شاد باشه البته، آمدن دست به یک کار بسیار زیبا و قشنگی زدن. یک گالری زیبایی از اجناس انتیک دهه 19 که همه اینها متعلق به دوران به اصطلاح حکومت فرانسه است و ایتالیا، خیلی زیبا و قشنگ، چیزهای بسیار انتیک قابل توجهی رو انتخاب کردن و در این شورومی که دارن، شما که در گلندل هستید، شما که در پاسادینا هستید و شما که در لس آنجلس هستید، میتونید از طریق به اصطلاح در شهر بیولی هیلز از این طریق برید کیف های بسیار زیبا و قشنگی که مد روز هست رو تهیه بکنید با قیمت ارزان یا جواهرات و یا انتیک رو. و جالب اینه که اگرم واقعا در منزلتون اجناس گران قیمتی دارید که قابل فروش هست، میتونید برید اونجا و بفروشید و اینم یک معامله برای شما باشه. چه بخواید بخرید چه بفروشید، بهترین مکان و مطمئن ترین مکانی که میتونه برای شما باشه که باهاتونم بازی نمیکنن، اجناستون رو مفت نمیخرن یا چیزی نمیکنن که فردا اگه آوردید جنس رو پس بدید پس نگیرن. در نتیجه خواهش من این است که حتما سری به اصطلاح رومی انتیک گالری در این سه شهر مختلف که در لس آنجلس هست رو بزنید و امکان نداره برید و برای مثلا کادو برای عزیزانتون که میتونه این برای سالها برای قرنها یادگار بمونه، برید آنتیک، یه چیز انتیکی که هستش بگیرید براشون ببرید که گل پراسیده میشه میره، نمیدونم شیرینی خورده میشه میره، ادوکلن زده میشه میره، ولی یه چیزی بخرید که برای همیشه بمونه، یادگار باشه. و مانده و اجناس ارزون هم زیاد دارن آنتیکا، خیلی قشنگ میتونید برید خریدارید. آقای رفیق چقدام حالا قبل از اینکه ببینیم چقدر ایرانی ها به خصوص خانم ها تازگی ها به لوازم انتیک برای خونه شون علاقه پیدا کردن، برای اینکه یه اینوستمنت خوبیه، سرمایه گذاریه، از طرفی هم واقعا میتونم برای آینده استفاده کنم. بریم ببینیم.
امروز میریم بار دیگر شاهد یک مرکز فرهنگی بسیار زیبا و مهم تاریخی در شهر لس آنجلس باشیم، در پاسادینا، یکی از زیباترین شهرهایی که در جنوب کالیفرنیا وجود داره. امروز رومی آنتیک گالری بار دیگر ارائه از مهمترین آنتیک های تاریخی رو در اینجا برای شما به اتفاق دکتر آرش اکبر به نمایش می‌گذاریم. حتما به این گزارش توجه کنید. دکتر آرش اکمل بار دیگر شاهد یک سلام. نمایش بزرگ تاریخی هستیم واقعا. بله، درود بر شما، خوش اومدین. خسته نباشید. خب ما آمدیم به شعبه دوم رومی آنتی گالری، همونطوری که شاهد بودید در لس آنجلس، در شهر بیولی هیلز که زیباترین شهر دنیاست، در خیابان بیولی درایو یک گزارش برای شما تهیه کردیم و امروز اومدیم در پاسادینا، یک شعبه دیگری که هیوج، بزرگ و با عظمت، و خوشحالم که یک گزارش کامل و گرمی ما از اینجا به اتفاق دکتر آرش تهیه خواهیم کرد. خیلی خوش اومدین. بله حتما. خب خیلی جای قشنگ، یعنی چیزای خیلی قشنگی رو دارم میبینم. هر لوکیشنی که نگاه میکنی، هر جایی رو که نگاه میکنی برای خودش گویا داستان و تاریخی داره. من از این مجدد دوستان عزیز اگه مایل هستن، هر روز ساعت 6 بعد از اخبار بخشی از این گزارشاتی که ما در بیولی هیلز و در پاسادینا و در خدمت شما عرض کنم برای شما تهیه کردین، در گلندل شما میتونید از این طریق ببینید، انتخاب بکنید و تلفنی که روی صفحه تلویزیون هست زنگ بزنید، وقت بگیرید برید اونجا. اگر اجناسی دارید میخواید خریداری کنید یا اجناسی میخواید بهشون به اصطلاح بفروشید، به راحتی میتونید این بیزینس رو انجام بدید. بله. خب بریم به برنامه زن روز. بله، نگاهی میکنیم به برنامه زن روز که هر هفته در اشک‌ها و لبخندها قسمتی از این برنامه پخش میشه. این هفته میریم و سراغی میگیریم از یکی از آهنگسازان خوب بانوی کشورمون، خانم ژاکلین، که براشون آرزوی سلامتی میکنیم. از همینجا یک مصاحبه با ایشون انجام دادم که خالی از لطف نیست. بریم و با هم نگاه کنیم. کردید مهمان برنامه امشب ژاکلین هست. ژاکلین جان، شما گهگاهی در برنامه زن روز ایران شرکت کردین، من مصاحبه دیگه هم با شما داشتم، ولی ما هر هفته به یاد شما هستیم. میدونم، برای اینکه لوگوتون از ساختهای خود منه که بسیار هم این ترانه شالیزا رو دوست دارم. بله، و فوق العاده آهنگ زیبایی هستش و من خودم به شخصه این آهنگو خیلی دوست دارم، بخاطر اینکه هر وقت این آهنگو گوش میدم یاد شالیزارهای ایران به خصوص شمال ایران میافتم. بله، همه خاطرات هموطنا هم به یادشون میاد، به همین خاطر آهنگ موفقی بود. خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم که به عنوان لوگو این آهنگ و ترانه رو انتخاب کردید. هر هفته منم به یاد شما هستم. منم برنامه شما رو میبینم. خیلی ممنون. حالا که صحبت لوگوی برنامه شد، بهتره با هم بریم و یک بار دیگه آهنگ شالیزار شما و لوگوی زن روز رو با هم ببینیم. بریم ببینیم. Thank you.
جاکلین جان لوگوی برنامه رو هم که دیدی. بله بله. جاکلین جان توی این آشفت بازار هنری، توی این درگیری های هنری، چون تو میدونم خیلی با احساس شعر میگی، خیلی با احساس آهنگ میسازی، توی این آشفت بازار چطوری این آهنگا رو میسازی، چطوری این ترانه ها رو به قول معروف میسرایی؟ ولی من به آشفت بازار هنر کاری ندارم، من کار خودم رو میکنم، کاری ندارم چه کسی چه کاری میکنه. البته خب همه ما هم زمانی که آغاز به کار کردیم کمی آشفته بودیم. هنرمندی که میخواد بیا توی این کار کارو ادامه بده، این جاده هنر براش میشه مدرسه. همه ما هم در آغاز اشتباهاتی داشتیم، خود ما هم یاد گرفتیم. نتیجتا نباید از کسانی که تازه میان و اشتباه دارن در کارشون ایراد بگیریم، باید بهشون فرصت بدیم. خب. به خود ما هم فرصت داده شد. بله. شما ممکنه این سوال رو ازت کرده باشن، ولی چند سال توی کار هنری هستی؟ آخه اگه بگم خوب نیست سنم مردم. من 30 ساله چه این کاره. 30 سال؟ پس از 5-6 سالگی شروع کردی؟ نه سنم بیشتر از این صحبت هست. 30 سال؟ 30 ساله. بله. یادت هست اولین شعر یا آهنگی که ساختی چی بود؟ من به پرنده گوگوش آغازی به کار کردم. همیشه فکر می‌کنم گوگوش بسیار راهگشا بوده. بله. برای راه برای من. بله. زمان آهنگسازی می‌کردم. بله. ترانه پرنده رو سعید دبیری نوشت، داشت اینجا بسیار خالیه. بله. ترانه نمی‌نوشتم. آمدم غربت نشینی، خیلی بهم زندگی سخت گذشت، شدم جزو یکی از ترانه سرای تراز اول. شاید اینجا میگی زندگی بهت سخت گذشت، چرا؟ خب به هر حال محیط سازگاری نداشت اولش با من، مثل همه ایرونی ها، مثل خود شما. بله. یک زمان طولانی طول کشید که یک همی جا بیفتیم. فکر نمی کنم هنوزم خیلی جا افتادید. جاکلین رفاقت ها رو در اینجا چطور میبینی؟ دوستی ها رو، دشمنی ها رو چطور میبینی؟ اینجا رفاقت معنی نداره. اینجا این رفاقت هایی که میبینید اینا آشناییه. آشنا بودن با رفیق بودن فرق میکنه. اینجا مردم اینقدر گرفتار ساختن زندگی خودشونن که براشون مطرح نیست همسایشون، رفیقشون چقدر در مضیقه مالی و معنوی در زندگی. در ایران این چنین نبود. بله. چه چیزی اذیتت میکنه؟ بله، با آرزوی سلامتی برای ژاکلین عزیز، این هنرمند گرامی. بله. خب عجب عجب حرفایی در مورد رفاقت. بس میگه دیگه، رفاقت با دوست بودن، با آشنا بودن فرق داره. رفاقت کارنامه میخواد داشته باشی تا بشی رفاقت. دقیقا. از خیلی چیزا باید بگذری تا بشی رفیق. نمیشه که آدم هر کسی بگه آقای رفیق همه. رفیق معنای والایی داره، از خودگذشتگی هایی داره، ایثارگری هایی داره، درویش مسلکی میخواد، خیلی کارا. خب بریم به کاباره تهران. این هفته سلطان موسیقی ایران استاد حسن شمایزاده مهمان کاباره تهران خواهم بود، جمعه و شنبه این هفته. من دیروز کاباره تهران بودم، به اتفاق دوست عزیزم حمید پوستی و دیگر دوست نازنینم بهروز دروی. میدونیم همینطور تلفن زنگ زده میشه و خدمت شما عرض کنم جا رزرو میشه برای جمعه و شنبه این هفته در کاباره تهران به افتخار حسن شمایزاده. بله، استاد حسن شمایزاده، مرد سازها و آوازها. بله. جمعه و شنبه این هفته در کاباره تهران. و یه خبر خیلی مهم هم دارم، توجهتون رو به این جلب بگم که بعد از این اطلاعیه به سمتون برسون. بله. یعنی به گوشتون برسون. بله، این هفته صدا رو ببینیم. بعد از این همه سال یکی از تنها خوانندگانی استاد شمایزاده که شخص فالش نمی. دقیقا. برحال جمعه و شنبه این هفته در کاباره تهران آقای حسن شمایزاده حضور خواهند داشت. و خبر خوبی که دارم اینه که کافه تهران، نبش کاباره تهران، از هفته آینده 7 شب هفته باز هستش. و بله، آره، یعنی واقعا بله، دیشب من اونجا بودم، واقعا این فضا رو که میدیدم گفتم واقعا حیفه که تا چه ساعتی بازه؟ تا نیمه شب هستش. از یادتون نره، کافه تهران از هفته آینده
هفت شب هفته بازه تا نیمه شب، میتونید برای قلیون و برای انواع ساندویچ های ایرانی و برحال کافه کلاسه و کپاچینو و چایی و اینا دیگه همه اون چیزا که ساندویچ های خوشمزه درش به روی شما باز هست، در یک محل بسیار زیبا و قشنگه. یعنی واقعا این اتمسفری که من دیشب میدم واقعا خودم لذت بردم. چرا ما رو نبردی؟ باز نبود خانومه. از هفته آینده که باز شد چشم دعوت دیدم حتما تشریف بیارید. نه شما همیشه شامل حال ما بوده. خواهش میکنم. خواهش میکنم. ولی به هر حال یادتون نره از هفته آینده هر شب کافه تهران جنب کابار تهران با بهترین سرویس در خدمت شما خواهد بود. حتما. خب آماده است؟ آگهیش باید بره؟ بله. اوکی. خب خدمت شما عرض بکنم. بریم در پایان اگه امکان داره چند تا ترانه هم از جوانهامون که برای اتاق فرمانم فرستادم، میتونن چند تا از ترانه های جوانهای بازوق هم گوش بدیم، چون این سیگنچر برنامه من هست. خیلی هم قشنگه که لذت ببرید از صداهای قشنگ این عزیز. پس قبلش خدافظی کنیم ما خدافظی میکنیم بعد. خب عزیزان مثل همیشه کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک شدیم. از همه شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید، من نسرین کتیرایی به اتفاق آقای نادر رفیعی همکار عزیزم در شبکه جهانی امید ایران با همگی شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و روز و روزگار به شما خوش. ممنون و سپاسگزار از شما، ممنون از همکارانم تک تکشون در تلویزیون امید ایران، در اتاق فرمان، به کارگردانی مهندس صبوری. قراره دختر آبادانی بیقراره، عاشق شده و خبر نداره، عاشق شده و خبر نداره. از کوی دلم تو گذر کن، از کوی دلم تو گذر کن. نه 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 نه